بسم الله الرحمن الرحیم دکتر سوای عزیز می سرپند آرام باشین لکچر دوم درباره کیوبیتال فوساس باشین کیوبیتال فوسا لکچر اول ما درباره اکسلری فوسا بود که تشریح کردیم چطور ساختمان ها از تنه و گردن وارد اپر لیمپ می شد اینال کیوبیتال فوسا یک ساحه اناتومیک است یا اناتومیکال ایریا است که چطور ساختمان ها از آرم به فور آرم داخل میشن از بازو وارد ساعد میشن ای شما صحیح کیوبیتال فوسا رو میبینین یک دپرشن یک چخوری مثل شکل است که در کجا وجود داره بین در بالای وجه خدامی البو جوینت در وجه کدامی البو جوینت وجود داره ساختمان مثل شکل است فضای است که ساختمان ها از آرم به فور آرم داخل میشن فضای است ساختمان ها از آرم به فور آرم داخل میشن این ساحه آناتومیک با نام کیوبیتال فوسا یاد میکنه که بدن درباره سرحداتش شکلش محتویاتش میخونیم در تصویر دیگه شما میبینین ای کیوبیتال فوسا رو نشان میده شکل مثل شکل است ای قایدهش است ای ضروعش است یک کنارش است کنار دیگهش است کنار وحشی کنار انسین کنار علوی این را توسط کدام ساختمان ها ساخته میشه کنار وحشیش توسط تندون عضله بخش رادیال ساخته میشه کنار وحشیش توسط تندون عضلی بخش رادیال ساخته میشه کنار اونسیش توسط عضله پرینیتور تیر ساخته میشه پرینیتور تیر ساخته میشه اطراف اولویش یا سرحد اولویش توسط هیپیکاندیلای هموراس ساخته میشه ما میفهمیم که قسمت بعیده هموراس یا از معزود چی وجود داره؟ دو نوع کاندیل وجود داره کاندیل اونسی کاندیل وحشی که خود سرحد اولوی کیوبیتال فوسا رو میسازن دیگه یک سقف داره و زمین داره سقفش توسط اپونیلوز عضلات ساخته میشه شهم و جلد همچنان زمینش یک قسمتش توسط تندون عضلی بایسپس و قسمت پایینش توسط عضله سپینیتور زمین ساخته میشه این بود کناره های کیوبیتال فوسا انال محتوی کیوبیتال فوسا چی است؟ محتوی کیوبیتال فوسا را شما تر یاد بگیرین که از اونسی به طرف وحشی یا از وحشی به طرف اونسی ساختمان ها را یاد میگیرین که وحشی ترش کدام وجود داره اونسی ترش کدام وجود داره در قسمت مرکزیش کدام ساختمان ها وجود داره اینال سوال های که بر شما در اکسیت اگزم یا هم در امتحان تخصص برتان میه به شکل سوال میه سوال ساخته میشه یک از باردرهاش ساخته میشه که مثلا باردر وحشی باردر اونسی یا باردر اولوی یا سرحد اولوی توسط چی ساخته میشه یادتون باشه و دیگه محتویش چی است اونسی ترینش چی است وحشی ترینش چی است مثلا سوال میه که اونسی ترین ساختمانی که از آرم با فور آرم توسط کیوبیتال فوسا داخل میشه چی است با چهار جواب برتون میره این حال شما ساختمان ها را تر از یاد میکنین که از وحشی به طرف اونسی شروع میکنین یا برعکس از اونسی به طرف وحشی مثلا در اینجا ما از وحشی به طرف اونسی شروع میکنین از کدار وحشی کیوبیتال فوسا ساختمانی که داخل میشه تا به کنار اونسی سیست یعنی ما از لترال تو ده میدیال شروع میکنیم ساختمان وحشی تر که از آرم به فور آرم داخل میشه توسط کیوبیتال فوسا رادیال نرف است چی است؟ رادیال نرف که خود در کیوبیتال فوسا بازی با دو شعبه تقسیم میشه ساختمانی که بعد از رادیال نرف یا عصب رادیال وجود داره تندون عضلی است به نام چی میشه بایسپس برخی تندون عضلی بایسپس برخی است که تقریبا در قسمت مرکزی کیوبیتال فوسا عبور میکنه از کجا از قسمت مرکزی کیوبیتال فوسا عبور میکنه بالای از این
یک شریان کلان داریم که بنام برخل آرچی یاد میشه. برخل آرتری وقتی داخلی کیوبتلفوس ها میشه و کیوبتلفوس ها رو قطع میکنه باز به دو شریان بزرگ تقسیم میشه یا شعبه میتونه بایفورکت میشه که یکیش با نام رادیل آرتری یاد میشه طرف واشی که میره و طرف اونسی که میره با نام اولنر آرتری یا شریان رادیال و شریان اولنر. و میایم ساختمان آخری که از کیوبتال فوسا عبور میکنین. طبعا دیگه شما میفهمین که ساختمان اونسی ترین ساختمان است. کدام ساختمان است؟ یعنی قسمت اونسی کیوبتال فوسا قرار داره. او عبارت از چی است؟ میدیان نرف است. عبارت از چی است؟ میدیان نرف. پس ایسا را براتون تشریح میکنم. ساختمان هایی که از آرم با فور آرم داخل میشه توسط فضای کیوبیتال یا کیوبیتال فوسا داخل میشه. این ساختمان ها از وحشی با اونسی میخوانیم که چی است. وحشی ترینش رادیال نرف است. بعد در قسمت مرکزیش و تر ازلی بایسپس برخی است. اونسی تر از او شریان برخیال است و ساختمان اونسی که در کنار اونسی خود کیوبیتال فوسا عبور میکنه او چی است؟ میدیان نرو، عصب میدیان. پس دو نقطه یاد ما باشه که اونسی ترین ساختمان که عبور میکنه چی است؟ او میدیان نرو است. وحشی ترین ساختمان که از این فضا عبور میکنه در قسمت وحشی قرار داره او رادیال نرو است. در قسمت مرکزیش کدام ساختمان چطوره؟ شریان برخیل و تندون برخی عضله برخیل است. تندون عضله برخیل است و شریان برخی. اینال یک سوال دیگه من پیشتان میکنم. مثلا یک سوال میکنم یک کسی پرسان میکنم از پیشتان که برخیل نبزه در کجا مجلس میکنیم؟ برخیل نبزه در کنار اونسی عضله بایسپس برخیل است جسم میکنیم. یعنی این قسمت درست؟ باز یک دفعه برای می تشریح میکنم. رادیال نرف وحشی ساختمان است که از قسمت وحشی کیوبیتال فوسا داخل میشه با فور آرم بایسپس تندون برخی در قسمت متوسط یا مرکزیش داخل میشه. کت شریان برخل و اونسی ترین ساختمان که وجود داره از کیوبیتال فوسا که عبور میکنه از آرم با فور آرم میره و چی است؟ میدیان نرف یا عصب میگن. یک اپ دیگه یاد ما باشه که شریان برخیال وقتی که در کیوبیتال فوسا داخل میشه از کیوبیتال فوسا که اگزیت یا خارج میشه دو شعبه کلان میتن، شعبه وحشی شعبه اونسی. شعبه وحشیش رادیال آرتریز، شعبه اونسیش شریان اولنر یا اولنر آرتریز. نقاط کلینیکیش یاد ما باشه که نقاط کلینیکی از این بسیار زیاد مهم است که در ترومه ها با وجود میاد و ترومه هایی که باعث کسور سپرکاندیلر فرکچر همورس میشه. ای شفت همورس است با این که میاییم دونان اپیکاندیل وجود داره و پایینتر از اون بالا ساحه سپرکاندیلر وجود داره. اینال این کاندیلا در قسمت پایینش هست، قسمت بالا ساحه سپرکاندیلرش هست. وقت کسورم در ایسا با وجود میاد با نام سپراکاندیلر فرکچر زیاد میشه. سپراکاندیلر فرکچر یه طرم گفتم میتونیم کسور قسمت چهارم بعیده عظم هموراس یه طرم گفتم میتونیم. اما اصطلاح انگلیسیش اصطلاح کام است با نام سپراکاندیلر فرکچر زیاد میشه. وقت اینجا کسور با وجود میاد سکن این قسمت خودش چی هستن؟ کیوبیتال فوسا است. در اینجا وقت کسور با وجود میاد تنهایت نیست، وقت که تروما با وجود میاد ازمه که با مواجب کسر میسازه. اینا شما سافت تیشو نیرو واسکولار ارگانار در نظر بگیرین که چقدر باید او ضربه بخوره که حتی تروما ما باعث کسر میشن. در اینجا رادیال نرف، میدیان نرف، برخیال آرتری و همچنان سافت تیشو ناحیه البو همه مواجب تروما میشن. درست؟ ایناله باعث خود قطع عصب رادیال میشه باید یاد ما باشه پس ورتر میکنیم یا باعث خود شریان برخیل این تحت فشار قرار میده و این پنتریت میشه سراخ میشه یا مثلا
قطع میشه. وقتی قطع شد دوباره ترمیمش رو میکنه داره. با مخاطر باز یک موضوع دیگه به وجود میه کور به نام والکمن اسکمی گانگ کانترکچر یاد میکنه. والکمن اسکمی کانترکچر تمام عضلات که در وجه قدامی دست وجود داره که عضلات فلکسور است. عضلات چی فلکس؟ انگشتار فلکس میکنه. عضلات فلکسور است. اینی وظیفه را اجرا کرده نمیتونه. مواجه به ضعف میشه. یا عضلات کلش اتروفی میکنه. ضعف میکنه. مریض دستش فلکسور کرده نمیتونه. یه حادثه را به نام والکمن ایسکمی کانترکچر یاد میکنه. چرا؟ دست از کسور ایروای ساعت شده خراب شده. اینا لایک کسور به جاشدگی نداشته باشه توسط سپلینت یا گچ تلایی میشه. اگر به جاشدگی داشته باشه باز توسط وسایل ارتپیدی یا پلیت هست یا کوایر هست یا سکروس سکرو مطلب از میخ توسط از یا تثبیت میشن. این بود به لکچر کیوبیتال فوسای ما. انشالله در لکچر بعدی فضاهای آناتومیک اپرلیمپ دیگر را تشریح میکنیم. وقت خوش داشته باشیم. خدا حافظ.